ساخت خبر. این دفعه فقط عمل از طرف مقابل ببینیم ما هم عمل خواهیم کرد. تأکید رهبر ایران بر لغو کامل تحریم‌ها برای بازگشت به تعهدات هسته‌ای. آیت الله خامنه‌ای میگوید آمریکا حق ندارد برای برجام شرط تعیین کند. استقبال طالبان از تصمیم نیوزیلند برای خروج سربازانش از افغانستان. وزیران دفاع ناتو ادامه حضور نظامی را بررسی می‌کنند. هشدار درباره شیوع ویروس جهش یافته کرونا در خوزستان. فرمانده عملیات مقابله با کرونا در استان خواهان اعلام وضعیت اضطراری شد. و پرورش پیله پروانه ها راهی برای کسب درآمد و حفظ جنگل ها در کنیا. سلام به شما، از چهارشنبه‌تون بخیر. خوش اومدید به اولین بخش خبری زنده امروز 29 بهمن برابر با 17 فوریه از تلویزیون فارسی بی بی سی. من پریزاد نوبخت هستم. ایران و آمریکا دوباره تاکید کردند که برای احیای توافق هسته‌ای باید دیگری گام اول را بردارد. وزیر خارجه آمریکا گفته که راه دیپلماسی الان باز است، ولی ایران هنوز فاصله زیادی با اجرای تعهداتش در برجام دارد. از آن طرف رهبر و رئیس جمهوری ایران گفتند که آمریکا باید تحریم‌ها را لغو کند تا ایران هم به تعهداتش برگردد. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. مشکل زنده کردن برجام این است که آیا گام اول را ایران بردارد یا آمریکا. مشکل هنوز هم همین است. آمریکا می‌گوید اول ایران، ایران می‌گوید اول آمریکا. آنچه در 24 ساعت گذشته گفته و شنیده شده اساساً تکرار همین موازه است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیشب کلی از باز بودن راه دیپلماسی با ایران حرف زد، اما بازی اول تو بعد من را تغییر نداد. او گفت راه دیپلماسی باز است، ولی ایران هنوز با بازگشت به برجام فاصله دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. حرفای امروز حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم قرینه حرفای آمریکایی ها بود. بحثی نداریم. با چاشنی غلیظتری از اطمینان دادن به آنها که ایران جز صلح و مذاکره نمیخواهد. امروز تحریم رو وردارن، فردا صبح به همه تعهدات ما عمل میکنیم. امروز تحریم رو وردارن، بعد از ظهر ما به همه تعهدات عمل میکنیم. تنها نکته قابل ملاحظه حرفای امروز آقای روحانی این بود که گویی با مواضع قبلی آیت الله خامنه ای رهبر ایران تفاوت داشت. باید آمریکا تحریم ها رو کلن لغو کنه. آیت الله خامنه گفته بود اول آمریکا باید همه تحریم ها رو لغو کند تا ایران به برجام بازگردد. امروز حسن روحانی گفت با بازگشت ذره ذره و گام به گام دو طرف به برجام هیچ مشکلی ندارد. آمریکایی‌ها یک قدم بردارن، ما هم یک قدم برمیدونیم. آمریکایی‌ها همه قدم ها رو یه جا بردارن، ما همه قدم ها رو یه جا برمیدونیم. تدریج میخوان، اهلن و سهلن. مجموعه میخوان، اهلن و سهلن. روشن نیست آیا اینکه آمریکا باید همه تحریم ها رو بردارد تا ایران به برجام بازگردد موضع تغییرناپذیر ایران است، یا اینکه بازگشت گام به گام دو طرف هم شدنی است. در هر دو صورت اینکه گام اول از کدام طرف باشد هنوز مشکل اصلی است. هیچ کدام از دو طرف تایید یا رد نمی کنند که آیا پشت پرده قرار و مدار و وعده وعیدی در جریان است یا نه. حرفایی زده میشه. اگر همچنین چیزی باشد، امروز آیت الله خامنه ای گفت این بار وعده آمریکایی ها را باور نخواهد کرد. حرف و وعده خوب خیلی شنیده، که در عمل اون حرفها و وعده‌ها نقض شده و ضدش عمل شده. حرف فایده نداره، وعده فایده نداره. این دفعه فقط عمل از طرف مقابل ببینیم ما هم عمل خواهیم کرد. هزینه سرسختی برای ایران ادامه تحریم‌های آمریکاست. هزینه سرسختی آمریکا هم خطر رادیکالیزه کردن ایران است. تازه ترین نمونه آن پایان ضرب العجل ایران برای لغو تحریم‌های آمریکا تا 5 روز دیگر است و توقف اجرای پروتکل الحاقی که بر اساس آن بازرسان خارجی امکان دیدارهای سرزده را نخواهند داشت. دولت جو بایدن ظاهراً زیاد خود را درگیر این ضرب العجل نکرده. آنگونه که بعضی محافل خبری آمریکا میگویند بین مشاوران دولت بایدن هم بر سر شدت و حدت سرسختی نسبت به ایران اختلاف نظر وجود دارد. اما فردا قرار است آمریکا و اروپایی‌ها بر سر ایران گفتگو کنند.
تا حداقل اختلاف نظر بین خود آنها به حداقل برسد. سیاوش اردلان، بی بی سی. فرهاد گوهردانی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اقتصادی ایران از یورک بریتانیا با ماست. خوش آمدید آقای گوهردانی. سیاست ایران واقعا در این رابطه چقدر مشخصه؟ اونطور که در گزارش سیاوش هم شنیدیم، آقای خامنه ای قبلا گفته بود که به طور قطع باید تحریم ها برداشته بشه، ایران راستی آزمایی کنه. الان آقای روحانی میگه که گام به گام هم میشه. بله، اون هر دو طرف قابل فهمه. این موزه عقلانیه که شما باید اون خواسته های حداکثریتون رو مطرح کنید، بعدا ممکنه در عمل خواسته های حداقلی شروع کنید تا گام به گام به خواسته های حداکثریتون برسید. یعنی اون منطقیه که این دو نوع حرف در اصل مکمل هم دیگه هستن. یعنی یک حرف انعطاف پذیری ایران رو نشون میده که در حرفای آقای روحانی هست، و یک موضع دیگه آقای خامنه‌ای هست که اونم دیدگاه استراتژیک ایران نشون میده که در بلند مدت یعنی باید تحریم ها برداشته بشه، ولی این بلند مدت ممکنه یک سال باشه یا 6 ماه باشه، اون میتونن گام به گام به اون بلند مدت برسن. در بین مشاوران آقای بایدن هم گفته میشه اختلاف نظر هست، این که بعضیا میگن که باید خیلی سفت و سخت جلوی ایران بایستن، از طرف دیگه بعضیا میگن که باید گام اول رو آمریکا برداره. من فکر میکنم که یه تغییر بنیادین در مغازه دولت آقای چیز رخ داده، دولت آمریکا رخ داده، و اون بازگشت دیپلماسیه. و همونجوری که من دیشب هم گوش کردم به حرفای بایدن، ایشون اصلا اصرار دارن که مغازهشون سیاست خارجی و داخلی آمریکا هیچ شباهتی به مغازه ترامپ نداشته باشه. بنابراین بازگشت به دیپلماسی قطعیه، ولی اینکه این گام ها چجوری برداشته بشن، به خاطر اینکه در موضع در برابر ایران یه اجماعی در آمریکا وجود نداره، محتاطانه بایدن حرکت میکنه، چون مثلا اولویتاش اقتصاد آمریکا، کرونا و مسئله تبعیض‌های نژادی و اصلا چهره آمریکا در اعاده چهره آمریکا، اعتبار آمریکا در جهان هست، اینا اولویتاش هست. به خاطر همین در مسئله یمن بلافاصله باز موازش رو تغییر داد، به خاطر این یه اجماعی اونجا وجود داشت. اما در مورد مسئله ایران چون اجماع وجود نداره، ایشون محتاطانه حرکت میکنه. ولی الان تردیدی نیست که جو روابط ایران و آمریکا تغییر بنیادین کرده و ما در یک وضعیت آتش بس هستیم، که خود این بسیار مفیده که گام‌های بعدی دیپلماتیک برداشته بشه. فردا هم قرار شده که فرانسه میزبان یک جلسه مجازی باشه با حضور وزرای خارجه آمریکا، آلمان و بریتانیا. چقدر فکر می‌کنید ممکنه که با توجه به شرایطی که می‌بینیم که نه در ایران واقعا اجماع هست در اینکه چه جوری باید می‌خوان برخورد بکنن در مقابل سیاست با آمریکا، نه در آمریکا به نظر اجماع هست، فکر می‌کنید چقدر امکان داره که آمریکا و کشورهای اروپایی بتونن به اجماع برسن در مقابل مسئله ایران؟ من فکر می‌کنم یه مسئله مشکل اساسی با غرب وجود داره که مسئله بلند مدت هست. راه سنگلاخیه روابط ایران غرب، ایران آمریکا، اونی که ایران نه متحد استراتژیک آمریکا است، نه متحد ایدئولوژیک آمریکا است، نه کشور بزرگی مثل چین و روسیه است. بنابراین ایران باید تغییر اساسی در موازش رخ بده تا اون آشتی با غرب رخ بده، که این هم شدنی نیست. بنابراین راه، تنها راه اینه که دو طرف یک اعتماد سازی بکنن و با بازگشت آمریکا، الان اینکه زمان بندی چجوری باشه و به توافق میشه برسیم که کی گام اول رو برداره کی گام دوم رو، ولی تنها راهش بازگشت برجام هست به اعتماد سازی در ظرف 6 تا 1 سال، و اینکه روی دخالت‌های آمریکا در منطقه و دخالت‌های ایران در منطقه و کل مباحث منطقه‌ای بتونن با هم دیگه بحث کنن. ولی بحث اساسی هم با این مشکل ایران خیلی جدی‌تر هست، اینکه ایران نمیتونه راستی آزمایی کنه بازگشت آمریکا رو و رفع تحریم‌ها رو، با اینکه آمریکایی‌ها در دوره اوباما همجوری بود، با اینکه تحریم‌ها رفع شده بود، ولی در عمل به طور غیر رسمی میتونن با یه زنگ زدن دوباره مشکل اساسی یاد کنم برای ایران. پس بنابراین مسئله اینه که ایران اینجا هست که خیلی چیز برای باختن داره. بازگشت ایران ساده است، ولی بازگشت امریکا قابل راستی آزمایش واقعا پیچیده است. آقای گوهردانی، آمریکا از توافقی گسترده تر از برجام حرف میزنه، چطور فکر میکنه میخواد که ایران رو پای میز مذاکره بیاره، چون آقای ترامپ نتونست این کار بکنه؟ من فکر میکنم همین که اون فتیله در از تنش آفرینی رو که آقای پومپئو داشتن، که هر روز در از فوش ناسزا دو طرف هم دیگه میدادن، این کنار گذاشته شده، و اینکه سیاست های نتانیاهو و بن سلمان، حتی آقای بایدن بهشون زنگ هم نزده، به نتانیاهو بار صحبت هم نکرد، نشاندنده گرایش عمومی آمریکا به سمت حل مسئله ایران هست. ولی اینکه این چجوری مسئله حل بشه، این واقعا
گام های عملیش چجوری برداشته بشه. به نظر من با وساطت قطر و کشورهای مثل عمان و دیگه قابل حله و مسئله غیر قابل حلی نیست، ولی ما باید بفهمیم که مسئله حمله به کنگره آمریکا واقعا یک مثل 11 سپتامبر یک بحران بزرگی برای آمریکایی‌ها بود که سوال اینکه آیا اینجا آمریکاست که پلیس آمریکا مطرح کرده بود، پلیسی که در کنگره بودن، الان مثل که قبلا با 11 سپتامبر سوال بزرگی مطرح شده بود آمریکا که چرا اینقدر بیرون خارجی از ما رو متنفرن از ما، الان سیاست سوال مطرح شده که چرا آیا اینجا واقعا آمریکاست که حمله به کنگره میشه. و این مسئله بسیار حساس در روح و وجود انسان آمریکایی بسیار تاثیر گذاشته. بنابراین اونا دارن مسائل داخلی خودشون رو حل میکنن و مسائل خارجی رو فقط وقتی حل میکنن که اجماع وجود داشته باشه. و به نظر نمیاد که اونا الان هیچ ارجنسی، هیچ اضطراری وجود داشته که مسئله ایران رو حل بکنن. بعد در میتونن تاثیر بذارن رو انتخابات ایران هم در ظرف 6-7 ماه آینده و با رسیدن به توافق با ایران به اصلاح طلبها درسی امتیازی بدن که اونا در انتخابات برنده بشن. ممکنه در اصل برداشت ها و نگاه های استراتژیک اینجوری هم در سیاست خارجی آمریکا باشه، با تأخیر به توافق برسن که به اصلاح طلبها امتیاز بدن که اونا بتونن دوباره قوه مجریه رو در اختیار بگیرن. شکرم از توضیحات شما فرهاد گوهردانی، تلگر مسائل سیاسی و اقتصادی ایران از بریتانیا. نگاه کنیم به چند خبر کوتاه. مادر و همسر بهنام محجوبی درویش و زندانی سیاسی که در بیمارستانی در تهران در حال اغما است از او عیادت کردند. مصطفی دانشجو وکیل دادگستری در توییتی همچنین گفته پزشکان در تلاش برای درمان او هستند. سازمان زندان‌ها دیروز تایید کرد که آقای محجوبی در زندان دچار مسمومیت دارویی شده. او پیشتر در فایلی صوتی گفته او در زندان و بیمارستان روانپزشکی شکنجه شده و از جمله به او به زور دارو خوراندند. عفو بین الملل از ایران خواسته حکم قطع انگشتان دست یک زندانی در ارومیه را لغو کند. این سازمان مدافع حقوق بشر گفته که هادی رستمی بیمار و مستعد خودکشی است و نیاز او به مراقبت‌های پزشکی فوری باید تامین شود. عفو بین الملل همچنین دادگاه او را ناعادلانه خوانده و گفته که زدن 60 ضربه شلاق به او نشان بی‌رحمی نظام قضایی ایران است. آقای رستمی به اتهام سرقت و اخلال در نظام زندان محاکمه شده. رسانه‌های ایران خبر دادند که سمیرا زرگری سرمربی تیم ملی اسکی زنان نتوانسته به همراه اعضای تیمش به مسابقات ایتالیا برود چون همسرش او را ممنوع خروج کرده. فدراسیون اسکی ایران گفته تمام تلاشش را برای حل این مشکل به کار گرفته. زنان متأهل در ایران برای گرفتن پاسپورت و خروج از کشور نیاز به اجازه همسر دارند. پیشتر هم نیلوفر اردلان و زهرا نعمتی توسط همسرانشان ممنوع خروج شده بودند. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در تازه ترین گزارشش به ماجرای اجازه سفر زنان اشاره کرده و آن را تعویض‌آمیز خوانده. طالبان از تصمیم نیوزلند برای پایان دادن به حضور نیروهایش در افغانستان استقبال کرده. جسیندا آردن نخست وزیر نیوزلند گفته که مذاکرات صلح بین افغان‌ها نشان دهنده یک راه حل سیاسی پایدار در این کشور ناآرام است. دیروز هم ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو گفت که هیچ یک از کشورهای عضو این پیمان نظامی نمی‌خواهند بیشتر از زمان لازم در افغانستان بمانند، اما پیش از زمان مناسب هم آنجا را ترک نخواهند کرد. نشست وزرای دفاع ناتو برای تصمیم گیری در این باره امروز برگزار می‌شود. میرویس حسین خیل نماینده مجلس افغانستان از کابل با ماست. خوش آمدید آقای خیل. برامون توضیح بدید که خروج نیروهای نیوزلند واقعا چه چیزی رو نشون میده و چقدر واقعا در واکنش به نامه سرگشاده طالبان که دیروز منتشر شده بود. سلام، شب بخیر. متاسفانه بعدی که غربی ها کده بودن، غربی ها که کده بودن در وعده خود وفا نکردن. او کمک هایی که یا امکاناتی که بر ما وعده کده بودن متاسفانه به سر رساندن نتانستن. آقای خیلی، نیروهای آمریکایی هم میدونیم که این روزها به تعداد خیلی کمی رسیدن در افغانستان، الان هم میبینیم که نیروهای نیوزلند قرار شده خارج بشن. فکر میکنید این چه تأثیری میذاره درباره تامین امنیت در افغانستان؟ ما فعلا به قوای خارجی ضرورت داریم. اگر فعلا قوای خارجی در افغانستان نباشه،
همچنان مشکلات های زیاد است. مردم ملت افغانستان نگران 1371 است یا جنگ های مجاهدین که در افغانستان یا جنگ های خانه به خانه هستند. خیلی اعتقاد دارن که این هفته ها و ماه های پیش رو خیلی تعیین کننده است برای شرایط آینده افغانستان. شما خب با نمایندگان مجلس سر و کار دارین، با مردم گفتگو میکنین، خودتون آینده جنگ و صلح در افغانستان رو چطور میبینین؟ ما امید بسیار زیاد داریم که صلح در افغانستان میایه. دنیا هم طالبا هم افغانا هم از جنگ خسته شدن، حال یک امکانات یک فرصت داریم که صلح در افغانستان بیاین. ممنونم از شما میرویس حسین خیل، نماینده مجلس افغانستان از کابل با ما. در آمریکا جو بایدن دیشب در نخستین گفتگوی رودرو با رای دهندگان از زمان رسیدن به ریاست جمهوری شرکت کرد. آقای بایدن برای پاسخ دادن به پرسش‌های عده‌ای از اهالی شهر میلواکی به ایالت ویسکانسین رفته بود. همکارم بهمن کلباسی از نیویورک با ماست. بهمن، کمی برامون توضیح بده که تمرکز پرسش و پاسخ‌ها روی چه مواردی بود؟ قسمت عمده این گفتگو مربوط هست طبیعتاً به وضعیت شیوع کرونا و برنامه واکسیناسیون که دولت آقای بایدن اعلام کرده و اینکه از آغاز گفتن 100 میلیون واکسن در 100 روز اول ریاست جمهوریش، حالا میگویند که از اون هم فراتر خواهند رفت و مخصوصا بازگشایی مدارس و اینها که چه مراحلی رو باید طی کنه. بیشتر سوالها این بود و البته بسته کمکی که آقای بایدن اصرار داره که در کنگره تصویب بشه، 1.9 تریلیون دلار که کمک بشه به خانواده ها و به خصوص طبقه متوسط و دهک‌های پایینی. در اون مورد هم مفصل صحبت کرد و تاکیدش بر این بود که اگر سرمایه گذاری گسترده نشه وضعیت اقتصادی آمریکا بسیار بدتر خواهد شد. این مسئله دیگه که درباره صحبت شد مسئله مهاجرت و وضعیت حقوق بشر بوده. خیلی در مورد سیاست خارجی صحبت نکرد ولی در صحبتاش در مورد مهاجرت تاکیدش بر این بود که آمریکایی که او میشناسه آمریکایی است که مهاجران زیادی رو میپذیره. در سال 125,000 نفر میپذیرفتند دولت آمریکا قبل از آمدن آقای ترامپ، و آقای ترامپ به قول آقای بایدن گفت که به 5,000 نفر در سال رسونده داشتون. در نتیجه تاکیدش بر بازگشت به دورانی که پناهجویان و مهاجران بیشتری رو، مخصوصا پناهجویان بیشتری رو آمریکا بپذیره. و در مورد چین هم صحبت از گفتگوش کرد با رئیس جمهوری چین، 2 ساعته گفتگویی که داشته و در مورد تبعیض‌هایی که علیه اقلیت مسلمان اونجا انجام میشه صحبت کرد و اینکه او معتقده که دولت او باید دولتی باشه که حقوق بشر در مرکز تصمیم گیری سیاست خارجی باشه. البته می‌دونیم که آمریکا معمولاً بلافاصله با این چالش روبرو میشه که پس وقتی که متحدانش حقوق بشر رو نقض میکنن چرا واکنششون نمیدید. آقای بایدن اینجا بیشتر تاکیدش کلی بود که ما فکر کنیم مسئله حقوق بشر باید در تصمیم گیری سیاست خارجیمون تأثیر داشته باشه. متشکرم از توضیحاتت همکارم بهمن کلباسی از نیویورک با ما. نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه. شورای حقوق بشر سازمان ملل میگوید موضوع حصر امیره لطیفه، دختر حاکم دبی، را با دولت امارات مطرح خواهد کرد. خانم لطیفه در یک پیام ویدیویی که به تازگی به دست بی بی سی رسیده، گفته پدرش محمد بن راشد آل مکتوم او را زندانی کرده و با خطر مرگ روبروست. او 2.5 سال پیش تلاش کرده بود از امارات به دبی برود، اما به دبی بازگرد. از امارات به آمریکا برود، عذرخواهی می‌کنم، اما به دبی بازگردانده شد. آمریکا و 4 کشور اروپایی با صدور بیانیه‌ای حمله روز دوشنبه در اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، را محکوم کردند. در این بیانیه آمده حملات به پرسنل نظامی آمریکا و ائتلاف و تأسیسات آنها تحمل نخواهد شد. در این حمله که یکی از شدیدترین حملات در ماه‌های اخیر بوده، یک پیمانکار غیر نظامی کشته و یک نظامی آمریکایی زخمی شد. گروهی تازه تأسیس به نام سرایای اولیاء دم مسئولیت حمله را بر عهده گرفته. بعضی منابع عراقی میگویند این گروه با ایران در ارتباط است. در یمن آمریکا مصرانه از حوثی‌ها می‌خواهد به روند صلح بپیوندد.
حوثی‌ها اما میگویند این تنها با پایان محاصره ممکن می‌شود. آمریکا مشخصا خواستار توقف حمله حوثی‌ها به شهر مرب در شمال این کشور شده، اما حوثی‌ها به عملیاتشان شدت دادند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید این اقدامات گروهی نیست که انتظار می‌رود به صلح متحد باشند. آمریکا اخیراً حوثی‌ها را از فهرست تروریستی ایالات متحده خارج کرده و از حمایت از عربستان در حمله به مواضع حوثی‌ها دست برداشته. مجلس نمایندگان فرانسه با اکثریت بزرگی قانونی را تصویب کرده که به دولت اختیارات بیشتری برای مقابله با افرادگرایی مذهبی می‌دهد. با این قانون دولت می‌تواند عبادتگاه‌ها یا موعظان تندرو را از کار منع کند. مراکز مذهبی که با سرمایه خارجی تأسیس می‌شوند، باید منابع مالیشان را اعلام کنند و پیشاپیش مجوز بگیرند. هدف اصلی این قانون جلوگیری از افرادگرایی اسلامی است. پژوهشگران بریتانیایی به دنبال داوطلبانی هستند که برای تحقیقات پزشکی حاضر باشند در معرض ویروس کرونا قرار بگیرند. داوطلبان باید از گروه سنی 18 تا 30 سال باشند و به آنها مبلغی هم پرداخت می‌شود. هدف اولیه این آزمایش دریافتن این نکته است که قرار گرفتن در معرض چه مقدار ویروس یک نفر را بیمار می‌کند. این اولین بار در جهان است که داوطلبان خودخواسته در معرض ابتلا به کووید 19 قرار می‌گیرند. جنگل‌های ساحلی آراباکو سوکوکی در شرق کنیا زیستگاه نزدیک به 300 گونه پروانه است. این پروانه‌ها علاوه بر اینکه یک جاذبه گردشگری هستند، پرورش و فروش پیله‌شون به تجارتی برای کشاورزان محلی تبدیل شده. این مسئله انگیزه کشاورزان را برای محافظت از جنگل‌های این منطقه بیشتر کرده. گزارش کلر موتینجی را با هم ببینیم. پرورش پروانه برای نزدیک به 3 دهه در جنگل‌های ساحل کنیا رواج یافته. برای مردمی که نزدیک این جنگل زندگی می کنند، این حشرات رنگین بال به منبع درآمدی برای خانواده هایشان تبدیل شده. سوافی سعیدی نزدیک به 10 سال پیش پرورش پروانه را شروع کرد. دلیل این که به پرورش پروانه علاقمند شدم درآمد آن بود. هر وقت پیله پروانه ها رو می فروختم مقداری پول گیرم می اومد و با این درآمد غذا می خریدم و تونستم 3 تا بچه رو به مدرسه بفرستم. طرح موسوم به کیپپو در قالب شرکت تعاونی اداره می شود و از تجارت پروانه در کنیا حمایت می کند. کشاورزها پروانه های بالغ رو می گیرن و در قفس های توری که توی خونه ها دارن رها می کنن. توی قفس ها بوته های گیاه هست که بهش میگن گیاه میزبان. پروانه ماده روی برگ‌های بوته تخم می‌ذاره و بعد کرم از تخم بیرون میاد و بهش غذا میدن تا دور خودش پیله ببافه. بعد این پیله‌ها رو در جعبه‌های مخصوص می‌ذارن و برای صادرات تحویل شرکت تاوانی کیپپو میدن. بر اساس داده‌های شرکت کیپپو، هر کشاورز در بهار و تابستان هفته‌ای 150 دلار درآمد دارد. این طرح فرصت حفظ محیط زیست و منابع طبیعی را هم به کشاورزها داده. طرح پرورش پروانه اهمیت داشتن جنگل را به ما یادآوری کرد. ما را تشویق کرد که جنگل‌ها را برای نسل‌های آینده نگه داریم. ریچارد بنت متوجه تقاضا در بازار پروانه شد و در سواحل کنیا مزرعه‌ای به راه انداخت. با وجود همه مشکلات، او می‌گوید که بازار صادرات پروانه در حال رشد است. بازار پروانه اساساً یک بازار آموزشیه. معمولا دانش آموزان رو میبرن برای دیدن انواع پروانه از سراسر جهان که در باغ‌های شیشه‌ای با دمای استوایی نگهداری میشن. نزدیک به 200 تا از این نمایشگاه‌ها در دنیا هست. حدود 70 تا توی آمریکا هست که بازار خود من هم اونجاست. تقریبا 60 قفسه هم در بریتانیا بود که حالا شده 40 تا. بسیاری از مردم این پروانه ها را به خاطر زیبایی آنها دوست دارند. در این حال پرورش آنها پنجره تازه‌ای به کسب و کار و حفظ طبیعت باز کرده. کلیر مودنجی، BBC نیوز. ممنونم از همراهیتون با ما. متاسفانه گزارش ما درباره وضعیت کرونا در ایران برای این بخش خبر آماده نشد. در بخش‌های بعدی خبر حتما این گزارش رو برای شما پخش می‌کنیم. یادآوری می‌کنم که در طول روز حتما می‌تونید سری بزنید به سایت ما اگر می‌خواید از تازه‌ترین خبرها مطلع بشید. مطالب تحلیلی و گزارش‌های بیشتر هم از همین طریق در دسترس هست. از جمله مطلبی داریم با این عنوان که از ویروس جهش یافته کرونا چه میدونید که در
این مطلب درباره گونه‌های جدید بخونید، مشخصا در مورد این ویروس جدیدی که اولین بار در بریتانیا و در شهر کنت منتشر شد و الان می‌دونیم که در ایران هم شایع شده. در این مطلب آمده که آیا واکسن‌ها کماکان برای این ویروس مؤثر خواهند بود و آیا این ویروس‌ها خطرناک‌تر هستند یا نه. این مطلب در سایت ما در دسترس در کنار مطالب و خبرهای دیگر. آدرس سایت ما هست www.bbcpersian.com. ممنونم از اینکه تلویزیون فارسی بی بی سی رو برای تماشا انتخاب کردید. اگر این بخش خبری رو از دست دادید، تا لحظات دیگه با خلاصه خبرها باز هم با شما خواهم بود.